Okay. Here we go. So we're here again, having a little bit of problem with the internet, but it's good to meet again to talk about the things of God. امروز دوباره اینجاییم و یه مقداری با اینترنت مشکل داشتیم و الان خوشحالیم که اینجا در خدمت شما هستیم که در مورد یه سری مسائل باهاتون حرف بزنیم. And I want to encourage you more than anything, these little talks that aim to encourage us to move forward, not backwards. و میخوام تشویقتون کنم از طریق این صحبت ها و این حرف هایی که الان داریم به شما میزنیم که شما به سمت جلو بریم به جای عقب رفتن. So I want to remind you of a few things that it says in the Bible. One is that Jesus says, or Jesus always leads us in triumph forwards. و چیزی که در کتاب مقدس گفته شده اینه که عیسی مسیح همیشه ما رو رهبری میکنه توی مشکلاتی که هستیم، رهبری میکنه و رو به جلو میبره. He never leads us backwards, always forwards. عیسی مسیح همیشه ما رو به سمت جلو میبره. خداوند هیچ وقت ما رو به سمت عقب نمیبره و رهبری نمیکنه. Jesus came according to the New Testament to offer us life, life in its fullness, big life. طبق گفته کتاب عهد جدید عیسی مسیح اومده که به ما زندگی رو بده، زندگی به معنای واقعی و تمام و کمالش. Bible says that no weapon formed against us if we're in God's family, no weapon formed against us will prosper, won't succeed. کتاب مقدس میگه هیچ اسلحه‌ای و هیچ سلاحی بر علیه ما نخواهد بود و بر علیه رشد ما نخواهد بود زمانی که ما با خداوند و در خانواده خداوند هستیم. Now, we're in times which are really difficult for every one of us. حالا ما توی زمانی هستیم که واقعا خیلی مشکلی برای همه ما. Times where it's easy to begin to slide backwards rather than going forwards. زمانی که خیلی راحت شده به سمت عقب رفتن، یعنی به خاطر مشکلات به جای اینکه رو به جلو بریم و رشد کنیم راحتی که عقب بریم. And in the New Testament letter of Galatians, در کتاب عهد جدید و در کتاب غلاطیان خداوند گفته که And this letter is written by Paul. It's the letter to the Christians in Galatia. در اصل این نامه که از طرف پولس رسول نوشته شده و توی این نامه نوشته شده برای مردم غلاطیان اون زمان. And he's not very complimentary in what he says. و چیزی که not very nice. و چیزی که پولس رسول توی این گفته یه زیاد خوشایند نیست چیزی که گفته میشه. He says, "Oh foolish Galatians." گفت پولس میگه ای غلاطیان نادان. And if you're writing to us, you'd say, "Oh foolish Oasis people." ممکن بود مثلا این برای ما نوشته بشه، مثلا بگه های مردم اویسیس نادان. And he's saying, "Who has cast an evil spell on you?" گفته به اونا گفته که چه کسی بود که شیاطین رو از وجود شما در آورد. He says, "Who has deceived you?" گفت که چه کسی بود که شما رو فریب داد. "Who has caused you to believe a lie?" و چه کسی بود که به شما این فرمان رو داد یا این حس رو داشت که دروغ رو قبول کنید. It also means who has caused you. He's saying, "Foolish Galatians, who's cursed you?" و میگه که ای غلاطیان نادان چه کسی شما رو نفرین کرد، چه کسی شما رو نفرین کرد. Who's caused you to change direction? You were going forwards and you seem to be going backwards. و شما خوانده شده بودین که از طرف اون ندا که به سمت جلو برین ولی الان دارین به سمت عقب میرین. And in the letter he says you were doing so well. و توی این نامه همچنین میگه که شما دارین به خوبی پیش میرین، خوبی انجام میدین همه چی. So Paul saying you're doing so well, what happened to you? و پولیس بهشون میگه شما خیلی خوب داشتین پیش میرفتین، چه اتفاقی براتون افتاد؟ You believed the message that we gave you. You aligned with God's plans. شما ایمان آوردین به اون پیامی که از طرف ما داده شد، شما همراه خدا شدین.
you found a new freedom in living God's way. شما یک آزادی جدید پیدا کردین با زندگی که همراه همسوی خداونده. You learned that you'd become a son or daughter of God, totally accepted, totally loved, totally forgiven. شما یاد گرفتید که فرزند و دختر و پسر خداوند هستید، کاملا قبول شدید و کاملا بخشیده شدید. And so you began to trust God, you had faith in him. شما شروع کردین که به خداوند اعتماد کنین و به اون اعتماد کردین و به اون ایمان آوردین. You learned a new freedom that you didn't have before you entered into Christ's family. شما از وقتی که وارد خانواده مسیح شدید یک آزادی جدید رو به دست آوردین که قبلا اون آزادی رو نداشتید. We say now what happened? Something's changed there. آره، پولس بهشون میگه چه اتفاقی افتاده؟ یه چیزی تغییر کرده اینجا. And I just want to say that with every one of us, we can begin to move backwards instead of forwards. و میخوام بگم برای هر کدوم از ما این اتفاق ممکنه بیفته که ما شروع میکنیم به عقب رفتن به جای اینکه به جلو بریم. We can begin to doubt what God has said. یا فکر کنیم که شک کنیم به چیزی که خداوند گفته. We can get deceived and we can believe a lie. What God hasn't said. یا گول بخوریم یا قبول کنیم دروغ رو چیزهایی که خداوند اونها رو نگفته. And we, instead of being sons and daughters, we begin to be slaves again. و به جای اینکه بخوایم دختر و پسر خداوند باشیم دوباره میشیم برده. Sometimes we don't actually turn backwards and go against God, but we just stop believing. We get into a negative place. بعضی موقع هم شما ما بر نمیگردیم که پشت به خداوند کنیم، ولی شروعشه و از یک جاییه که موجهای منفی دور برمونه. And one of the things that I find is that and you've probably heard me say this before is over to you, Ehsan, first. I don't want to make the sentence too long. و یه چیزی هم هست که قبلا هم اینو گفتم درباره شما. You used to believe in what God is doing. شما اعتقاد داشتین و باور به این داشتین قبلا در مورد کاری که خداوند قرار انجام میداد. And your confidence was in the truth that you heard of what God is doing and is going to do. و اعتماد شما در مورد خداوند و کارهایی که خداوند انجام میداد یا میرفت که انجام بده. And it's very easy to slip into going to seeing what God isn't doing instead of seeing what he is doing. و این خیلی راحته که آدم بلغزه و به اون سمتی بره و اون تفکری بره که فکر کنه که تو چیزهایی که خداوند داره انجام نمیده فکر کنه یا به جای اینکه به کارهایی که خداوند داره انجام میده فکر کنه. We might say, well, why isn't he doing this? Why isn't he doing that? And we need to concentrate what we know he is doing and what he has promised he will do. یا ممکنه شما به خودتون بگین چرا خداوند اینو انجام نمیده؟ چرا خداوند اونو انجام نمیده؟ و این مهمه که ما الان به این فکر کنیم که خداوند چه کارهایی رو همین الان توی این شرایطی که هستیم داره انجام میده. So I want to move on to there's another verse in Galatians, it's chapter 5 verse 1. الان میخواییم دوباره به همون قسمت غلاطیان باب 5 بریم یکم دلوتر یه آیه دیگه که میگه. Now I'm just using a few words from it. It says, for freedom, Christ has set you free. فقط چند تا آیه رو از اون میخوام استفاده کنم. میگه که برای اون آزادی که شما میخواستید مسیح اومد که شما رو آزاد کنه. So this is truth. In Christ we are free. پس این یک حقیقته. در مسیح همونطور که کتاب گفته ما آزادیم. The freedom comes out of the relationship we have in Christ. آزادی ما از اون رابطه‌ای میاد که ما با مسیح داریم. He takes us out of slavery, that is out of sin life, and into a godly life that is going forwards and upwards.
آزادی ما رو از اون برده بودن در میاره و ما رو به رهایی با خداوند میبره و میکشونه که ما در اونجا دیگه برده نیستیم و آزادیم. So in Christ we're loved, accepted, totally forgiven. و در مسیحه که ما کاملا بهمون عشق ورزیده شده، قبول شدیم و کاملا آزاد هستیم. If we move out of that relationship, we begin to go downhill and quite often get ungodly. و اگر ما از این رابطه با خداوند، دوستی با خداوند خارج بشیم، ما به سرپایینی میریم و جایی که احتمال لغزش هست. So some of the signs of life in someone that is ungodly. چند تا از نشانه هایی که از فردی که همون راه رفته و الان غیر بی خدا شده یا با خدا نیست شده. I'm going to quickly run through a verse 19 that says this is what an ungodly life looks like, and many of us have moved from that into a godly life. و خیلی سریع میخوام آیه 19 غلاطیان رو بگم که میگه که این چیزهایی که افرادی که غیر خدایی شدن، یعنی باورشون نسبت به خدا تغییر کرده، انجام میدن. So these are signs to look out for. If you've got these in your life, then you need to move away from them and say, God, help me to be cleaned up and go godly way. پس میگم که اگر این نشانه هایی که الان میگیم رو شما توی زندگیتون دارین و دیده میشه الان، پس شما نیاز دارید که از اینها دور بشین و به خداوند بگین خدایا به من کمک کن که از این نشانه ها دور بشم. So hang on, I'm going to read through the verse. It says these are signs: sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties. Quite a list. و این توی غلاطیان باب 19 است که میگه، ببخشید، توی غلاطیان باب 5 آیه 19: هنگامی که از امیال و خواسته های نادرست خود پیروی میکنید، این گناهان وارد زندگی شما میشود: زنا و انحرافات جنسی و بی‌عفتی، بت‌پرستی، جادوگری و احضار روح، دشمنی و دو به هم زنی، کینه توزی و خشم، خودخواهی و نفع طلبی، شکایت و انتقاد و بهانه جویی، در اشتباه دانستن دیگران و بر حق شمردن خود و اعضای گروه، حسادت و آدم کشی، مستی و عیاشی و چیزهایی از این قبیل. And then it goes on, it says a big but. و ادامه میده، ولی یک امای خیلی بزرگ هست. اما The evidence of your new life will be totally different to that. شواهد زندگی جدید شما، زندگی جدید شما از طریق مسیح میگیریم، واقعا متفاوت با این چیزهایی که اینجا گفته میشه. The signs that you should begin to discover in your new life in Christ are these. نشانه هایی که شما میرین که پیداش کنین با زندگی جدیدتون در مسیح، اینها هستن که الان میگم. You'll begin to discover increasingly love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. پس شما اینها رو به صورت وفور پیدا میکنید در مسیح، زمانی که شما دارید محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. And these are all things that should be evident in our life in a growing way as we continue to walk with Jesus. پس این نشانه هایی هستند که باید این نشانه ها رو ما ببینیم که در حال رشد کردن هستند مادامی که ما داریم با مسیح زندگی میکنیم. When I started thinking about what to say today, I knew that the main thing that I needed to talk about was one of those lists there, self-control. و زمانی که داشتم فکر میکردم که برای امروز چه چیزی رو با شما در میان بذارم، تنها یکی از چیزهایی که اومد تو ذهنم که بخوام روش تاکید کنم، خیشتنداری بود. The Bible in the Old Testament talks about domination, manipulation and control. کتاب عهد عتیق در مورد دستکاری ها و کنترل ها و ابعاد دستکاری حرف میزنه.
He says it's evil, keep away from it. و این گفته که این چیزها یعنی دستکاری کردنها و کنترل کردن مال شیطانه ازش دور بشید. The only control that we're encouraged to have is control of ourselves. تنها کنترلی که ما نیاز داریم که داشته باشیم اینه که خودمون رو کنترل کنیم. We're not to control others and we must not let others control us so that we lose our freedom. ما نباید دیگران رو کنترل کنیم و نباید هم به دیگران اجازه بدیم که ما رو کنترل کنن و آزادیمون رو ازمون بگیرن. But in this verse it's saying self-control is an evidence of God's Holy Spirit in us. و در این آیه کتاب مقدس میگه که خیشتنداری یک شاهده بر حضور و وجود روح قدوس در وجود در زندگی ما. And that means that we control our lives. We have choices. We make the choices for our lives in the direction we're going. پس ما اون انتخاب رو داریم. ما اون انتخاب رو می‌کنیم که خیشتندار باشیم در زندگیمون. And a lot of our self-control can release us to go forwards, backwards, or sideways. و این خیشتنداری‌ها در زندگیمون باعث میشه که آره ما تصمیم بگیریم به جلو بریم یا به عقب بریم توی زندگیمون. And one of the verses that's come up recently is you don't know the way you're going at the moment, you need to understand that God does know the way and so choose to follow him. پس یکی از آیه هایی که الان توی ذهنم اومد که براتون بگم که اینه که شما در حال حاضر نمیدونین که مسیر چیه ولی میدونین که خداوند مسیر رو میدونه پس راه خداوند و فکر خداوند رو دنبال میکنیم. I want to finish with just one verse. I don't know where it's from. It's in the Old Testament. And it's Jehoshaphat. I think I got the name right this time. Jehoshaphat was in a battle situation and in despair because everything was going wrong. پس یک آیه از کتاب مقدس یادم الان که بهتون بگم که توی کتاب مقدس شخصی در حال نبرد بوده و توی این نبرد زندگی همه چی به ظاهر در حال اتفاق بد افتادن بودن. He prayed a long prayer. و اون شخص شما یک دعای طولانی کردین. And he finished with these words, short prayer. و تمامش کردین با یک دعای کوتاه، دعایی که کوتاه باشه. He said, "We don't know what to do, but our eyes are on you." گفته میشه که ما نمیدونیم چه کاری باید الان انجام بدیم، ولی ما امید و چشممون به توه. So that again, we don't know what to do, but our eyes are on you. We're looking to God. پس دوباره ما نمیدونیم چه کاری انجام بدیم، ولی به خداوند نگاه میکنیم و به چشممون رو به خداوند میبندیم. And that's how God leaves us. He says, "Do you trust me?" و این همون سبکیه که خداوند ما رو رهبری میکنه. خداوند میگه آیا به من اعتماد داری؟ Are your eyes on me? خداوند میگه که آیا چشم تو رو به منه و به سمت منه و بر روی منه؟ Or are they following different ways that aren't of me? یا خداوند میگه آیا چشمای شما داره چیزهای دیگه ای رو که غیر از من دنبال میکنه. So I want to just finish with a short prayer. میخوام با یک دعای کوتاه تمومش کنم. So Lord, we thank you that you are our leader, our guide, our God. خداوند سپاسگزاریم که تو خدای مایی، رهبر مایی و با مایی. Thank you that you do know the way for every individual one of us. خداوند سپاسگزاریم که تو راه رو برای هر کدوم از ما میدونی. And we again ask for your grace, your favor, that we might be able to freely follow you. و خدای ما دوباره میطلبیم رحمتت رو و لطفت رو برای زندگیمون که پیرو راه تو باشی. آمین. 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 I think I've probably run out of time because we have a if we go on too long, it won't record, won't upload. Just want to say one thing, that is the Jesus video that's come onto the WhatsApp site. You can actually forward that if you want to your friends in the English, Farsi and Kurdish.
that's a good way of blessing your friends. نمیخواستم اینقدر طولش بدم به خاطر اینکه برای آپلود ویدیو ممکنه سخت باشه، ولی فقط خواستم بهتون بگم که که ویدیوی فیلم عیسی مسیح توی کانال هست و این خیلی خوبه که شما این رو برای دوستاتون بفرستین و اونها رو رحمت بدین. So hope you'll listen to it as well. Hope you're blessed from this time. You can see us, we can't see you. امیدوارم که شما رحمت داده شده باشین با این کاری که ما انجام میدیم. ما نمیتونیم شما رو ببینیم ولی شما ما رو به الان داریم میبینیم. We miss you very much. Love you and care for you. ما دلمون خیلی براتون تنگ شده. خیلی دوستتون داریم و براتون ارزش قائلیم. God bless you. خداوند برکتتون بده.